آن زمان که سلجوقیان بر اصفهان حکمرانی می کردند، نام شهر مناره ها را برایش انتخاب کردند. یعنی همان زمانی که معماران در کنار بناهای عظیم و جسه شهر، مناره هایی برای راهنمایی کاروان ها و مسافران بین راه مانده ساختند. حالا بعد از گذشت 1000 سال از آن همه مناره، کمتر از تعداد انگشتان 2 دست باقی مانده. از مناجنبانی که قرار بود برای حفاظت دیگر تکان داده نشود، اما باز هم کار خود را کردند، تا مناره های علی، ساربان، بابا سوخته یا 40 دختران که این سالها زخم های باقی مانده بر تنشان هر روز عمیق‌تر شده است. نبود تابلوهای معرفی در مسیر مناره ها، حرکت همیشگی ماشین هایی که گاهی جداره مناره ها را لمس می کنند، سنگ فرش هایی که ارزش ماشین های در حال حرکت و در نتیجه آسیب به بنا را زیادتر می کنند و کودکانی که حین بازی توپ را به بدنه مناره می کوبند و به مرور کتیبه ها را حذف می کنند، از آسیب های وارد شده به این مناره هاست. و در این میان نبود مرمت یا استفاده از مصالح ناهمگون با جداره اصلی در مرمت این بناهای 1000 ساله دیگر جای خود را دارد. در کنار مشکلات مطرح شده، در طول 1 سال گذشته بحث فرونشست زمین در اصفهان جدی‌تر از آسیب‌های قبلی مناره ها را تهدید می‌کند. بناهایی که به واسطه ارتفاع زیادشان بیش از دیگر بناهای تاریخی در معرض تخریب هستند. مناره ساربان هست، حدود 50 متر ارتفاع این مناره هست، سر تا سر با تزئینات آجرکار شده. سال 1400 هجری شمسی متاسفانه این مناره نه در خیابان، نه در کنار خود در واقع منار هیچ مشخصاتی وجود نداره. این منار اصلا اطرافش گاردی وجود نداره، چه بسا اگر یک ماشینی از اون طرف مستقیم بیاد و ترمز این ماشین ببره، مستقیم میخوره به این منار و یه فاجعه انسانی اتفاق میفته. از فاصله حدود 20 متری کمتر، شاید فاصله 1 متری اینجا، دقیقا ماشین داره رد میشه، بدون هیچ محدودیتی به راحتی دارن حرکت میکنن. در یکی از قدیمی‌ترین محلات اصفهان واقع شده، یعنی از زمانی که اصفهان به وجود اومده محله جوباره بوده. اما چیزی که اینو منحصر به فرد میکنه دورانیه که این ساخته شده. بر اساس فرم و کاشیکاری و شیوه خط کوفی، این اواخر سلجوقی خوارزمشاهیه، یعنی ما میتونیم به جرئت بگیم این تنها بنای خوارزمشاهی اصفهانه. اما بناهایی در کنار این بوده که این مناره بهش تکیه داشته. ببینید، مناره تشکیل شده از پایه، ساقه و اون تاج و بعدم گلدسته. اما مسئله اینه که بعضی از مناره‌هایی که به صورت انفرادی و تک هستن، پایه مناره بین 2 تا 3 متر ارتفاع داره برای که مناره رو نگه داره. اما این چون بنایی در کنارش بوده و این بناد امروز ما وجود نداره، مناره لخت شده، یعنی اون بناهایی که در کنارش بوده و این تکیه‌گاه اون بوده برداشتیم. اینا در حال فرو ریختنه. میبینی این رطوبت داره میاد و این مناره داره کج میشه و آماده فرو ریختنه. اول از همه باید جلوی این رطوبت گرفته بشه. حالا این خونه ها در واقع نقش دارن، این فضای سبز نقش داره، بعد ماشینایی که در طول روز از اینجا عبور میکنه مرتب، لرزشی که به این مناره لرزان وارد میشه. این هشدار رو تمام برای تمام مناره های اصفهان میده، از مناره 40 دختران، مناره مسجد علی، حتی اونایی که حومه شهر هستن مثل مناره رهروان، مناره زیار، اینا هم همین وضعیت رو دارن. یعنی این وضعیتی که ما دور اینا رو خالی کردیم، تکیه گاهی نداره. مناره 40 دختران در برخی از منابع مناره 40 اختران هم بهش گفتن. قدمت این مناره 40 دختران هم به اوایل دوره سلجوقیان برمیگرده. در گذشته این منار ارتفاعش بلندتر بوده و الان حدود تقریبا 20 مترش باقی مونده و بقیهش از بین رفته. پایه این سنگ هست و ملات بسیار مقاومی در حد بتون،
بنابراین با اینکه این بنا تکیهگاه خودش را از دست داده و در واقع وضعیتش به لحاظ رطوبتی خیلی بهتر از مناره طارمان هست، شما اینجا گذری رو میبینید که از کنارش کامیون رد میشه، بنابراین لرزش ها برای این مناره این رو آسیب پذیر میکنه. ضمن اینکه وضعیت نابسامان اینجا رو نگاه کنید، یه قسمت سیمان زده شده، یه قسمت همینطور در واقع به حال خودش رها شده. آفت این مناره موریان است که همونطور که ملاحظه میکنید کانالای موریانه رو توی بناهای وابسته به این میبینید. استفاده مردم غیر بومی محل به خاطر بحثای ترافیک از کوچه و پس کوچه های شهر هست. یکی دو مورد ما مناسب سازی کردیم و در رابطه با بحث ورود خودروها یه سری اقدامات انجام دادیم، یه سری مشکلات ترافیکی برای محل ایجاد کرد، من جمله خود اهالی محل و خود اهالی محل برو این داستان ها و این ورود ماشین ها شاکی بودن. از اون طرف هم خب ما متاسفانه الان شاهد این هستیم که تعداد زیادی از خونه هایی که تو این محدوده هست، یک خونه که یک خانواده را تشکیل میداد الان منجر شده است مثلا به یه خونه یه سه خانواده، سه طبقه خونه شد و خب تعداد خود راشون زیادتر شد. اگر قرار هست کاری انجام بشه به هر حال باید بررسی های لازم بشه، اگر خلالی تو به اصطلاح عبور و مرور مردم ایجاد نشه به هر حال ما انجام میدیم. ولی چیزی که هست میگم اون اعتراضات محلی هست و شکل فیزیکی محل که ممکنه نتونه انجام بده، منتها تو خود محوطه مناره ها میشه دی اقداماتی کرد. اینم میگم باز اگر که بررسی های لازم توسط خود میراث انجام بشه، محدوده یه خاصش مشخص بشه، میشه در عنوان حالا ایمن سازی یا روان سازی اقداماتی کرد. ایتالیا سابقه کهنی داره در مرمت، اما در 2000 که تصمیم گرفت که آثار روم رو مرمت بکنه، بناها همه گلستان گرفته بودن، از جهان اصلا کمک گرفت. از همه اولا گفت من پول ندارم، مردم کمک بکنن که ما میتونیم همینو در ایران اگر بودجه ای نیست کمک های مردمی که هست، یکی این که متخصص بفرستید و بهترین راه و ارزون ترین و بهترین و کارآمدترین رو بعد از یک سال نشستای پی در پی در واقع انجام دادن و آثار مرمت شد. حتما باید یه اتفاقی بیفته که ما به خودمون بیایم. اصفهان باید برای خودش یک ساختار مرمتی نه فقط نمایشی، نه اینکه یه دفتر و دستکی را بندازیم و فقط بگیم که ما یه همچی چیزی داریم، نه، یک جایی به وجود بیاد برای بازنگری ماهانه و سالیانه آثارش.